موشکاف. سلام به هرچی موشکاف خوش حسابه، میگن ولی فقید تو پیچ و تابه، خیلی واسه مذاکره بیتابه. اشکالات وزنی رو به بنده موشکاف ببخشید. امشب میخوام از بیقراری فرمانهای نظام برای ادامه زهرخوری براتون بگم. شب قبل از مذاکرات من جواد زخیم رو با ریش عظما پسندش فرستادن مشهد تا با یه نمایش مسخره کاری کنن که از دلواپسای نظام دلبری کنه. چه شود؟ مراسم اعطای احکام خدمتگزاری در بارگاه منور رضوی هر سال به مناسبت یکی از اعیاد مذهبی برگزار میشه. مراسم امسال یک مهمان ویژه هم داشت. آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمون هم در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای در این مراسم به لباس خدمت در بارگاه منور رضوی ملبس شد و این افتخار رو اینطور توصیف کرد. روزی بیش از 40 سال من منتظر رسیدن اون روز هستم و بهترین روز زندگی بنده هست که این افتخار خدمت به زوار امام رضا نصیبم شده. بگی منو، ای دو دوزه باز، 40 سال بود که منتظر رسیدن اون روز بودی؟ لابد واسه همینم بود که تو این 40 سال یه پات تهران بود یه پات نیویورک، ها؟ فکر کردی با این شامورتی بازی ها میتونی شکافی که بالا تا پایین نظام و جر داده رو هم بیاری؟ آیت الله واعظ طبسی تولیت عظمای آستان قدس رضوی هم طی سخنانی در این مراسم با اشاره به مصادف شدن مراسم اعطای احکام خدام و شب آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای گفت: تشرف به افتخار خادمی بارگاه منور رضوی در شب میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در آستانه سفر به جلسات مذاکره همگی عنایات الهی هستند برای اینکه نظام اسلامی سرافراز، مفتخر و سربلند از این مذاکرات حساس بیرون بیاید. همه رو ول کن، تولیت عظما رو بچسب. طرف 35 سال خورتومو انداخته تو آستان قدس، درم نمیاره. بعد هنوز که هنوزه عقده لقب عظما رو داره. خب بابا گرفتیم، میخواستید بیتابی خامنه واسه مذاکرات رو نشون دلواپسا بدید که دادی. بعدش چی شد؟ مام جواد تو وین چه زرت و پرتی کرد؟ با اعتماد به نفس، با حوصله، با متانت، ولی بدون وقت کشی کار پیش بره. این سیاستیه که تیم ما داره. از این دور دیگه نگارش شروع میشه که هر توافقی که وجود داشته باشه بر اساس اونچه که در برنامه اقدام مشترک ژنو هست حتما باید حذف همه تحریم ها و لغو همه تحریم ها یک قسمت لایتجزای توافق نهایی هست. اشتون ظریف شام کاری را اینجا در سفارت قدیمی ایران در اتریش صرف کردند. آقا اشتون و ظریف شام کاری رو اونجا صرف کردن. علی گدا هم کوفت کاری رو همراه با زهرماری تو حلقه دلواپسا کوفت کرد. اینطور که بوش میاد این هم جواد دیپلماسی یکی به نیخ و یکی به نل و از ولی امرش خوب یاد گرفته. از یه طرف میره 3 ساعت با لیدی اشتون میشینه شام کاری میخوره، از یه طرف به سبک دلواپسا تحریم و به مذاکرات گره میزنه. اینا رو گره نزنید به نقاط نیاز و ضعفی که امروز تصور میکنید در کشور هست. مثل مسئله تحریم، مسئله تحریم رو جور دیگری حل کنیم. یکی دیگه از ترفندهای جماعت جام زهری تو مذاکرات این بار گرون کردن نرخ توافقه. خبرنگارای تیبریش هم در این زمینه تا دلتون بخواد فیلم بازی کردن. اختلاف نظرها در دو سوی میز مذاکره عمدتاً بر سر چه موضوعاتی هست؟ ای قربی
البته هنوز چون نگارش شروع نشده نمیشه گفت که اختلاف نظر، اما در این حال اختلاف دیدگاهی که در حال حاضر در مورد محتوای طرح و چارچوب طرح وجود داره یک مقدار کار رو مشکل کرده و کار هنوز پیش نرفته تا روز گذشته تا کنون. میگه اختلاف نظر شروع نشده، منتها اختلاف دیدگاه است. آقا هر کی فرق بین نظر و دیدگاه رو میدونه به موشکاف هم بگه. بابا یه پاتیل زر که دیگه این سوسه ها رو نداره، هم علی گدا هم شیخ فری هم کوسه خوب خوب میدونن که از این مذاکرات چی میخوان. طرف ایرانی خوب میداند از این مذاکرات چه میخواد، هرچند از طرف مقابل هنوز صدای واحدی شنیده نمیشود. ایرانی ها میگویند سازشان برای رسیدن به یک توافق جامع کوخ شده، به شرط آن که طرف مقابل ساز مخالف نزنه. ساز از ما که خیلی وقت کوکه، مشکل اینجاست که وقتی ساز اون طرف یا کوک شد، اون وقت خامنه هم باید زهر رو بخوره هم با ساز کوک شده اونا نینای نای کنه. درد دل با پسای نظامم همینه، میگن مقام عظما از نرمش شروع کرد، حالا کارش به قر و قمیش رسیده.